سلام عزیزان، امروز یک آموزش فوق‌العاده کاربردی داریم که هر مرحلهش ممکنه شگفت زدتون کنه. این آموزش رو میتونید از یوتیوب و تلگراممون هم ببینید و هر جا خواستید استوب کنید و محتوا رو راحت‌تر دنبال بکنید. ادامه آموزش رو مشاهده کنید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، ببینیم اصلا میخواییم چی کار بکنیم، یه پیشنمایشی ببینیم. ما فایل سبودیمون رو وارد نقشه میکنیم به این صورت. بعد از اینکه وارد نقشه شد، هر جایی که دوست داریم واردش میکنیم. نها کنید همه اینا فلت هم دو بودی هم و فقط فایل ما سبودیه، خودمون ایجادش کردیم. بعد از اینکه فایلمون رو سبودی کردیم، داخل نقشه گذاشتیم، میام یه خروجی پی دی اف سبودی میگیریم به همین راحتی. این یک خروجی پی دی اف هست و با برنامه ادوبی آکروبات ریدر بازش کردم به همین راحتی. حالا بریم ببینیم چطوریه. برای شروع فایلمون رو وارد رویت میکنیم یا داخل رویت طراحی میکنیم. اگر شما رویت بلد نیستید و اسکچاپ، راینو یا هر نرم افزار دیگه کار میکنید، اصلا مشکل نداره. فقط کافیه که فایلتون رو داخل رویت ایمپورت بکنید. دیگه بقیه قسمتاش نیازی نیستش که شما رویت رو کامل مسلط باشید. پلاگین Cat to Earth رو دانلود میکنیم و روی رویت نصب میکنیم. این پلاگین داخل تلگرام قرار دادیم، میتونید به آدرس Fidar Groups داخل تلگرام پیدا کنید و این فایل رو دانلود کنید. نصبش هم خیلی ساده است. بعد از نصبش این تب اینجا ظاهر میشه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که لاگین بکنیم. لاگین رو میزنیم با اکانت گوگل یا هر اکانت دیگه ای که داریم لاگین میکنیم. من روش کلیک میکنم. خب روی جیمیل هم کلیک میکنم. چند ثانیه ممکنه طول بکشه. اینجا بهش دسترسی رو مجاز میکنم. ممکنه این صفحه بیاد یا ممکنه یک نقشه ظاهر بشه. در هر صورت یعنی که کار شما درست انجام شده. حتما فیلتر شکنتون هم روشن باشه. خب وقتی وارد رویت میشیم، میبینیم اینجا دیگه لاگین شده و بقیه قسمت ها به رنگ روشن در اومده، که یعنی میتونیم از اینا استفاده بکنیم. اولین کاری که بعد از لاگین انجام میدیم اینه که وارد قسمت Cat to Earth سایت میشیم. این همون سایتی که باید بعد از لاگین شدنمون میومد، بعضی موقع ممکنه نیاد. خب این سایت که ظاهر شد، از قسمت بالا سمت راست یه سرچی داره. مثلا من مینویسم تهران یا ایران، اینتر میکنم. سرعت اینترنتتون هم باید سرعت مناسبی داشته باشه. چند ثانیه صبر میکنم میبینم که نقشه تهران رو واسه من اوورد. حالا اونجایی که میخوام نقشم قرار بگیره اونجا رو استخراج بکنم رو روش زوم میکنم. اینجا رو هم توجه داشته باشید، نوشته که چه ارتفاعی قرار داریم. مثلا نوشته که 7000 متری قرار داریم. این باید تا عدد 740 متر پایین بیاد تا ما بتونیم نقشمون رو به خوبی استخراج بکنیم. ببین الان من هرچی دارم زوم میکنم، اینجا عددش داره کمتر میشه. مثلا من میام اینجا رو استخراج میکنم. ببین 760، یک کوچولو دیگه بیام پایین، خوبه 650. حالا که مجاز شدم نقشه رو استخراج کنم، این بغل سمت چپ رو میزنم، دراینگ مود رو روش کلیک میکنم. اینجا روش که کلیک بکنم به رنگ آبی در میاد. ببینید چرا گفتم که پایین تر از 740 متر بیاید. اینجا روش که کلیک بکنید یک نوشته میاد که میگه شما باید حداقل 740 متر بیاید پایین. من الان 996 مترم روش کلیک میکنم، کار نمیکنه. پس حواستون باشه که حتما 740 متر رو پایین بیاید. روش کلیک میکنم. خب حالا روی این علامت مثبت میزنم، میگم که این محیط رو واسه من استخراج بکن. ببینید رو هر جا دارم کلیک میکنم یه خط آبی داره واسه من میکشه. ببینید الان یه مستطیل آبی کشیدم. خب حالا برای اینکه اینو وارد رویت بکنم، تیک بیلدینگ لیر اینفورمیشن رو هم میزنم که اگر ساختمونی سه‌بعدی اینجا وجود داره توی رویت هم بیاره. سیو سرفیس رو کلیک میکنم. چند ثانیه صبر میکنم تا سرفیس رو واسه من سیو بکنه. خب حالا برمیگردم به رویتم، اینجا گیت سرفیس رو میزنم. یعنی میگم اون قسمتی که واسه من ذخیره کردی داخل نقشه توپوگرافیش رو حالا توی رویت واسه من ظاهرش بکن. چند ثانیه صبر میکنیم تا ظاهر بشه. ببینید به همین راحتی. حالا یه قسمتی از نقشه ممکنه ساختمون هم داشته باشه، اونا رو هم واسه شما ظاهر میکنه. خب ببینید توپوگرافیش رو واسه ما ظاهر کرد که ما حتی میتونیم ادیتش هم بکنیم. خب حالا دیگه باید چیکار بکنیم؟ روی اکسپورت مدل میزنیم، یعنی میگم که اینو ساختمون من که سه بودیه رو حالا بیار داخل اون نقشه.
میگه یه اسم واسش بذار، مثلا میذارم محمد رضا فیدار، اسپیس نباید بذاری. خب اوکی میکنم. این قسمت چند ثانیه ممکنه طول بکشه. خب اگر فایل به خوبی اکسپورت شده باشه، اینجا می‌نویسه the model has been successfully uploaded، اینجا yes رو میزنیم. خب حالا واسه ما میاد همون نقطه‌ای که فایلمون رو اکسپورت گرفتیم روی نقشه ظاهر میکنه. یه چند ثانیه صبر بکنید، خودش خودکار میاد به اون محلی که فایل شما آپلود شده. این بسته به سرعت اینترنتتون ممکنه کمتر یا بیشتر طول بکشه. ببینید الان داره اونجایی که نقشه من بود ظاهر میشه به همین راحتی. ببینید الان حول این محور میتونم بچرخم. حالا اگر جای درستی قرار نگرفته کاری نداره تغییر دادنش، این قسمت رو میزنم و مود کنترل رو روش کلیک میکنم. اینجا میتونم بگم اسکیلش بزرگ بشه. ببینید الان ساختمونم بزرگ میشه به این صورت. میتونم بگم کوچیک بشه، حتی عدد بدم بهش، یا یعنی که اصلا جاش جای درستی نیستش. اینجا میگم بیاد این ورتر، به این شکل بیاد این ورتر، مثلا میخوام جای این ساختمونه بشه. بعد یکم کجه، از اینجا از قسمت روتیت یکم دورانش میدیم. ببینید به این صورت راحت قابل تغییر هستش. یکم دیگه میگم بیاد این ور، به این صورت. خب خوبه. حالا میخوایم اینو به یک کسی بگیم که ببینه چیکار باید بکنیم. کاری نداره، یه خروجی PDF سه‌بعدی میگیریم. بله PDF سه‌بعدی هم وجود داره و به راحتی میتونیم اینجا خروجیش رو بگیریم. کاری نداره، دوباره میایم از این قسمت یه گزینه داره نوشته 3D PDF، روش کلیک میکنم، تیک Building Layer Information رو میزنم، Create 3D PDF رو روش کلیک میکنم. چند ثانیه صبر کن، فقط حواستون باشه که دقیقا اونجایی که میخواید خروجی بگیرید باشید، یعنی مثلا اینجا. به این صورت با مرورگرم دانلودش کرد. حالا Show in Folder رو میزنم و با چی بازش میکنم؟ با Adobe Acrobat Reader، نرم افزاری که PDF رو به صورت سه‌بعدی باز میکنه، Adobe Acrobat Reader هستش. نرم افزاری دیگه هم هستن ولی این بهترینشونه. حالا اینجا میگه که نمیتونم 3D رو باز کنم، بعد بهم اجازه بدی. اینجا آپشن رو میزنم، میگم Trust this document always، یعنی همیشه به این مدل داکیومنت ها اعتماد بکن و بازشون بکن. حالا چند ثانیه صبر میکنم. خب نقشه ما ظاهر شد داخل PDF مون. ببینید چقدر جذاب میتونیم هول هر قسمتش که میخوایم به حرکت در بیایم به این صورت. و حتی نورم میتونیم اینجا تنظیم کنیم. یه سری تنظیمات داره اینجا که هول محورش چطوری بچرخیم، مثلا روتیت کنید، اسپین کنید، پن کنید و به این صورت، یا اینکه نورش رو تغییر بدید. اینجا مثلا بذارید روی حالت بلو لایت، نور آبی، یا بذارید روی حالت نایت لایت، نور شب، و خیلی قسمت‌های دیگه که خودتون باهاش کار کنید میتونید متوجه بشید. یه گزینه جذاب دیگه هم داره، اسمش شو کراس سیکشن هست، میاد واسه شما برش میزنه. نگاه کنید الان اومد از قسمت اینجا واسه من برش رو ایجاد کرد و میتونید بگید حتی این برش از چه ارتفاعی باشه. کافی اینجا Cross Section Properties رو کلیک بکنید و آفستش رو تغییر بدید. نگاه کنید اصلا خودش یه نرم افزار کت شد، خیلی جالبه. از این قسمت هم میتونید بگید که بک‌گراندتون چه رنگی باشه. به این صورت ما روی سفید میذاریم. و از این قسمتی که مکعب وجود دارن مدل رندر مود هست، یعنی اینکه رندر شما روی چه مودی باشه. مثلا روی ایلاستریشن که بزنم به این شکل حالت خطی میشه، یا مدل های مختلف دیگه، مثلا روی سالید اوتلاین میذارم خطای دورش رو میاد واسه من یه حالت گرافیکی درست میکنه، یا شیدت میذارم این شکلی میشه. حالت های مختلف گرافیکیش رو میتونید داشته باشید، یا رو حالت وایر فریم، خیلی حالت های مختلفی داره. من روی سالید میذارم که حالت اصلیش باشه. این گزینه رو هم که بزنید میره رو حالت ارتوگرافیک. ببینید یه حالت دیده جذابی هستش و شما میتونید مدل های سه‌بعدیتون رو به این شکل به خروجی PDF سه‌بعدی تبدیل بکنید. امیدوارم این آموزش واسهتون کاربردی باشه. اگر با این آموزش خروجی گرفتید حتما برای ما بفرستید که به اسم خودتون منتشرش بکنیم. موفق و سلامت باشید.